سلام در این ویدیو میخوایم با همدیگه ببینیم که چطوری میتونیم بگیم که دستمون یا پامون یا بازومون خواب رفته خب اگه میخواید جملات کاربردی و روزانه آلمانی را رو دریافت کنید فراموش نکنید که این پایین کلیک بکنید و عضو کانال بشید تا این ویدیوها رو از دست ندید خب ما در ویدیوهای قبل با همدیگه فرق بین شلافن و انشلافن رو یاد گرفتیم دوستایی که اون ویدیو رو ندیدن لینکش رو براتون این بالا میذارم که اول اون رو نگاه بکنید و بعد به سراغ این ویدیو. خب eingeschlafen یعنی به خواب رفتن. جالبه بدونید که در زبان آلمانی هم دقیقا مثل فارسی میگن پام خواب رفته یا دستم خواب رفته. چطور؟ شما میگید که mein Bein ist eingeschlafen. mein Bein ist eingeschlafen. یعنی من پام خواب رفته. و یا meine Hand ist eingeschlafen. meine Hand ist eingeschlafen. یعنی دستم خواب رفته حالا بخوایم گذشتهش رو بگیم چی جوریه میخوایم بگیم که پام خواب رفته بود میشه ماین باین وا انگشلافن ماین باین وا در از فعل انشلافن که به معنی به خواب رفتن هست از دو تا چیز تشکیل میشه یکیش از کریبلن کریبلن به معنای مورمور شدن و اون احساس خارش و قلقلکی که تو به فرض دستتون که خواب رفته حس میکنید و تاب هایت تاب به معنی سر بودن هست که در در آلمانی به ترکیب این دوتا میگن به خواب رفتن حالا دست یا پا شما میتونید بگید که اگر دستتون به فرض مور مور میشه میتونید بگید که اسکریبلت ایم آرم یا این دهند ده یعنی بازوم مور مور میشه یا دستم مور مور میشه اسکریبلت آرم اسریبل این د هند حالا بخوایم بگیم که پام سر شده چی باید بگیم مین باین ایست تاوب تاوب به معنی سر هستش مین باین ایز تاوب یا مین هند ایز تاوب گذشتهش هم بخوایم بگیم که دست من یا بازوی من سر بوده میشه مین آرم وا تاوب مین آرم وا بله دوستان دیدید که چجوری میتونید به آلمانی شما بیان بکنید که دستتون یا پاتون خواب رفته خیلی جالبه که واقعا ترجمهش خیلی شبیه به فارسی هستش خب امیدوارم از این ویدیو کوتاه لذت برده باشین تا ویدیو بعد به درود